حالا چرا این وضع، چرا وضع این به اصطلاح اصولگراها اینقدر فلاکت باره؟ مگه اینا همشون باند خامنه ای نیستن؟ خب پس مشکل چیه؟ مشکل خود خامنه ایه. ببینید مشکل خامنه ای اینه که در واقع هم به این به اصطلاح باندای مخالفش، یعنی مثلا اون اعتدالیو و نمیدونم به اصطلاح اصول چیز اصلاح طلب، به اینا نیاز داره، هم این که نمیخواد سهم قدرت رو بهشون بده. چرا به چیز نیاز داره؟ چون به قول خودشون میخواد به این اصلاح طلبا و به اصطلاح اون اعتدال نیاز داره، چون میخواد به وسیله اینا قشر به اصطلاح خاکستری که خودشون معتقدن بکشه پای صندوق های رأی. به این ترتیب بهشون نیاز داره. حالا ببینیم یک تاریخچه من بگم سر همین خامنه ای. شما نگاه کنید، اگه به تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری رژیم یک نگاهی بندازیم، از مجموع 45 سالی که در واقع انتخابات ریاست جمهوری یعنی رئیس جمهور داشته رژیم تا همین الان یعنی 4403 از سال 58 تا الان، 26 سال ریاست جمهوری دست کی بوده؟ دست جناحای مقابل این راست سنتی که در واقع خامنه ای سردسته اوناست. 26 سال. حالا از اصولگراها بگیر تا رفسنجانی و نمیدونم اینها که به اصطلاح به اعتدالی معروفن، چا اون دو سال اول هم که بنیسد، 19 سالش مال کی بوده؟ مال این در واقع اصولگراها، به اصطلاح اصولگراها که خامنه ای سرشون بوده، همون راست سنتی. از این 19 سال 8 سالش خود خامنه ای بوده، 8 سالش احمدی نژاد بوده، 3 سالش هم این به اصطلاح همین هلاکت رسید رئیسی. حالا شما نگاه کنید تو این 19 سال، تازه حالا تو اون 8 سالی که رئیسی بوده، خود خامنه ای سال 60 بوده تا سال 68، یعنی اوج کشتارها و قتل عام ها رئیس جمهور بوده. سال احمدی نژاد هم که از سال 84 بوده تا 92. بله. تو این انتخابات اگه شما نگاه بکنید، دو تا واقع اتفاق افتاد. یکی این که تو انتخابات اول که 84 بود، رفسنجانی رو حذف کردن چون کاندید شده بود. سال دوم، یعنی انتخابات دوم، دوره دوم انتخابات که کی بود؟ بین میر حسین و کروبی اومدن به اضافه احمدی نژاد تو سال 88. از توش چی در اومد؟ قیام 88. پس بنابراین بعدش هم دیگه، بعدش هم که 403. حالا این وضعیت تا کی ادامه داشت؟ این 26 سال 19 سالی که داریم جدا میگیم، تا قیام 96. از قیام 96 دیگه موضوع اصلاح طلب و اصولگرا و بد و بدتر جمع شد دیگه، داستان به قول معروف اون قشر خاکستری دیگه همه رفتن تو جرگه چی؟ براندازی. به خصوص در قیام 98 با 1500 شهید و بعدم قتل عام کرونا با 500,000 کشته که خامنه ای شخصا اومد تو تلویزیون گفت ما واکسن وارد نمی کنیم. همه دیگه دست خامنه ای خیلی دیگه رو شد. این قشر خاکستری در واقع بعد از این پروسه دیگه از بین رفت. الان هر چی که هست بین اصلاح طلب و اصولگرا. حالا این دو قطبی خودش حالا کجا نشون میده؟ جامعه در واقع به یه دو قطبی تقسیم شده. یه طرف مردم همون 96-7%، یه طرف هم همون 3-4%. حالا اینو کجا خودشون نشون میده؟ اول تو انتخابات 1400 خودشون نشون داد، انتخاباتی که به اصطلاح رئیسی رو آورد و اینا. اونجا یک دفعه مشارکت افت کرد که خودشون هم دیگه صداشون در اومد. بعدم تو انتخابات 1403 که دیگه 8% انتخابات شرکت کردن، ببخشید 1402، اسفند 1402، همین چند وقت میشه. انتخابات سوم مال همین دور دوم مجلس بود که در واقع تو اردیبهشت بود که 3% شرکت کردن. اینجا بود که در واقع خیلی زنگ خطری بود. حالا اینو چی نشون میده؟ این وضعیت چی رو نشون میده؟ نشون میده که اگر فرض کنیم کل نظام ولایت فقیه و همینا رو، یا به اصطلاح جمهوری اسلامی رو اگر فرض کنیم یک مجموعه است، خامنه ای و تشکیل شده از باندهای مختلف، خامنه ای سردسته به اصطلاح کوچکترین و اقلیت این باند است. این نیاز از همونجا در میاد دیگه. به همین دلیل نیازمند به ایناست که مثلا میاد این کیوه پزشکیان رو برمیداره میاره که به اصطلاح به خود خودشون اون مشارکت دست بده، چون نمیتونه حذفشون کنه. نیاز داره که مثلا اینطوری باز همون بازی اصلاح طلب اصولگرایی که مثلا بوده رو زنده بکنه، شاید بتونه مثلا اون
قشر به قول خودشون خاکستری که دیگه اصلا وجود نداره رو بکشه.